همین که نوک تیز سوزن بزرگ خورد به انگشت قشنگ شاه دخت، اون آروم آروم اومد رو زمین. همین بود همون موقع که همه قصر رو سکوت فرا گرفت. دیگه اون صدای قهقه و خنده و شادی شنیده نمی شد. مردم قصر به یه خواب عمیق و صد ساله فرو رفتن. سالا گذشت همینجوری پشت سر هم. مردم بیرون همه ی آدم های داخل قصر رو فراموش کردن. یه روز یه شاهزاده‌ای که اتفاقی از کنار قصر رد می شد پرسید که داستان این قصر و اهالی اون چیه؟ سربازاش از خواب شاه دخت و مردم قصر براش تعریف کردن. شاهزادم خیلی سریع خودشو به قصر رسوند. بعدش شاهزاده از پله های قصر آروم آروم رفت بالا. وقتی در یکی از اتاقا رو باز کردید، یه شاه دخت خوشگل اونجا خوابیده. آروم شاه دخت نزدیک شد و خیلی آروم در گوشش گفت: خوشگل خانم بیدار شو، بیدار شو. دست شاه دخت رو گرفت تو دستش و بعدش هم دیگه چشماش هیچ چیزی رو ندید جز چشمای خوشگل شاه دخت قصه ما. و آخرش هم نتونست تحمل کنه، خیلی آروم شاه دخت رو بوسید. شاه دخت با بوسه عاشقانه شاهزاده ما چشماشو باز کرد و بیدار شد.